یه از چیزایی که میتونید باش در واقع ترکیب رو انجام بدین مرج، مثلا شما دو تا خط استرینگ دارین که رو جفتش داره اینتیجر میده، خب یکی مثلا 1 2 3 4، یکی 2 4، یکی عددهای فرد، مثلا یکی عددهای زوجه، بعد میخواین همه اینا رو روی خط داشته باشین، ترتیبش لزوما درست نمیشه ولی همش میفته روی خط استرینگ با این دستور، یعنی در واقع اون ابس و آبس دو تا همونجوری که باز می‌بینید یه دو تا ابزرورن که دارن میان واسه خط دو تا خط استریمن و تبدیلش می‌کنیم به یه خط استریم، همشون می‌خوان یه جا داشته باشیم و یه کارگو همش انجام بدیم از اینجا به بعد. دیگه متد دیگه که استفاده می‌تونید بکنین، می‌خواید مثلا دو تا دو تا با هم بگی، یعنی بگیم 1 2 3 4، یا مثلا می‌خوام یه دو خط استریمتون دارین 1 2 3 4، یکی داریم A B C، می‌خوام بگین که اوکی 1 B 1 A 2 B، همش تا آخر بگیم، مثلا می‌خوام واسه چیزاتون عدد بزنیم، البته این واسه عدد زدن به درد نمیخواد، ولی مثلا الان این کاری که می‌کنه فرض کن یه عدد رو با اون یه دونه اپلیکیشن می‌فرسته، بعد واسه میام بعدم پای که یه اینتروال یه ثانیه داره، هر یه ثانیه یه بار یه آیتم امیت می‌کنه، البته این کار نمیخوام بکنم، مثلا 40 تا آیتم 40 ثانیه طول میکشه بگیرین، ولی صرفا برای مثال با آیتم زیپ میتونید این کار انجام بدین. این زیپ واسه مثلا توی رد پروفیت هم میتونید استفاده کنید، شما رد پروفیت میتونید با استفاده از آلکس جاوا استفاده کنید، رد پروفیت هایی کسی نمیشناسه یا لایبرری مثل والی که در واقع کار نتورکینگ رو انجام میده، لول های لول خودش از اوکی اچ تی تی پی استفاده میکنه، صرفا اینترفیسه. شما فرض کنید همون قضیه که عقب‌تر گفتم، شما باید دوتا در واقع ریکوست می‌خواید بزنید، جواب دوتاش که اومد یه کاری انجام بدید، شما اگه واقعا حالا یه کدی که واقعا درست بخواد کار کنه بخواید بنویسین، باید حواستون باشه اگه دوتا با هم دیگه وارد چند بولین اینو مثلا طول کنید بولین اون یکی هم طول کنید، بعد ببینید اون یکی طول یا نه، می‌بینید که اون یکی طول نیست، هیچ کدوم هیچ عملیاتی انجام نمی‌دن، شما باید سینکرونایزش کنید، آبجکت رو لاک کنید، یه کد زیادی رو باید بنویسید، ولی با همین یه خط در واقع با همین دو خط حالا اگر دوتا استفاده کنیم میتونید دوتا ریکوست رو بگیم و جواب دوتاش میاد در واقع توی خط بعدی، یه دونه از این آبجکت یعنی اپ اینفو میفرسته، یه دونه هم از از این لانگ میفرسته، حالا اون مثلا اونجا دوتا آیتم مختلف دارن، یوزر به علاوه مثلا یه چیزی اون، یا مثلا شما دارین توی سیستمی محتویات یه جایی چک واسه تون میاد، مثلا شما دارین سفره، مثلا یه هتل رو دارین دیتاشو فش بکنید، کنارش میخواین که مرتبطاش هم فش کنید، مثلا بعد میگین اوکی این دوتا رو کنار هم دیگه هم دوتاش فش شد، یه دفعه مثلا سفر رو کامل رندر کنید، مثلا با صفحه بعد مثلا میخواین یه سیوی انجام بدید، در صورت نیاز دارین که اون دوتا تموم شده باشه. خب حالا یه اتفاق ما گفتیم که مشکل ترد هم میخواییم حل کنیم، شما الان ببینید اینجا یه شیت پرفرنسز داریم وسط اون آن کریئته که عقبتر در واقع از اون آبجکت ساختیم و کریئت کردیم که گفتم کریئت نمیخواییم بکنیم خوده، اینجا فرض کنیم که در واقع یه کار سنگینی داره انجام میشه، وقتی این کار سنگینی داره انجام میشه اگه ما بیایم استریکت مود رو فعال کنیم، حالا استریکت مود اگه میخواییم فعال کنیم تو اینترنت سرچ کنیم، ولی یه همچین کدی رو تو اپلیکیشنتون میزنید و در واقع میگه تو حالی دیولپر مود تو فعاله استریکت مود رو فعال کن که اون پایین در واقع ببینید که چه چیزا نه بهتون یه سری لاگ میده، میتونید تعریف کنید که در واقع لاگ بهتون براتون بفرسته و اگه شما اون برنامه رو ران کنید همچین ارور رو میبینید اون وسط که میگه 253 میلی ثانیه تون از مینترنتتون داشته روی هاردتون کار میشه و داشته در واقع پالیسی وایلیشنه که نباید این اتفاق میفته، شما تو مینترنتتون نباید کار دیسک انجام بدید، شاید پرفرنسزی که اونجا دارید میخونید نباید اونجا انجام بشه و خب پس بعد این مشکل رو حل کنید. این مشکل رو به این شکل حل میشه که متد این به اسم سابسکرایب آن، سابسکرایب آن به کجا اعمال میشه؟ به همون داخل متد کرییت، مثلا فرض کنید اون جاست فرام اون همشون تو خودشون کرییت رو داره، اونجا اون اتفاقی داره میفته میگه اون رو از این اسکیجولر استفاده کن، اسکیجولر رو کلا داستانش چجوریه توش شما وقتی مثلا میزنید آی او یا حالا یه سری دیگه ای که داریم میره از یه ترد پولی یه دونه از ترداشو میگیره هم داره میاره، مثلا میگه آقا ما مثلا 3 تا ترد پول آی او داریم یکیشو به من بده که من کار آی او انجام بدم، یا حالا
لازم همین رو ادامه بدیم، من جلوتر اونا رو باز دوباره میگم. شما اینجا اینکه این کارو بکنید تا آخر اون خط سینماتون در واقع تردتون عوض میشه، یعنی تردتون رو بردین روی آی او. آترد آی او مثلا یه ویژگیش اینه که خب به نسبت لازم زمان زیادی رو سی پی او بهش اختصاص بده دیگه، ولی دیسک زمان بیشتری روش میبره. تردو بردین روی آی او، اونجایی که میرسیم به ست تکس و اونجایی که آن نکست صدا زده میشه توی اکتیویتیتون، اون میخواد ست تکس کنه روی یه ترد دیگه ای. خب این رو میگیرین و میگه نمیتونین به اون آبجکتتون دست بزنین، واسه اینکه اینو درستش کنید، واسه اینکه درستش کنید میگم یه کار دیگه میکنیم، میگم که اوکی یه متد دیگه داریم به اسم observe on که میگیم main thread رو بگیر. و این چه اتفاقی میفته؟ از اینجا به بعد در واقع اون خط استریماتون در از جای بعد همش روی این thread اجرا میشه. خب شما ممکنه روی یه چیزی رو بگیرین، میخواین یه سری کار روش انجام بدین، میخواین روش یه مپ بزنین، میگه اول برو توی یه ترد دیگه، توی اون ترد دیگه اون کار رو انجام میدین، چند تا در واقع این وسط فانکشن صدا میزنین، بعد حالا میخواین سابسکرایب کنین تو محل آخر، اینجا ابزروان رو میزنین، میگین که منتیت کنین بالاتر، یا با دیگه ابزروان زدین گفتین برو یه ترد دیگه. ولی سابسکرایب ابزروان رو میتونین چند بار استفاده کنین واسه هر جایی که میخواین، ولی سابسکرایب رو 10 بار هم که بنویسین فقط اولیش اعمال میشه، یعنی فقط اینه که اعمال میشه روی بالا. اگه یک پایین بزنیم بده مثلا بده مثلا بده یه جای دیگه یک کار کنم کار نمیکنه. حالا اون دفعه داشتیم با دیسک کار میکردیم، فرض کنیم که ما یه محاسبه ایده انجام میدیم، یک کار سی پی یو، یک کاری که سی پی یوزج میگیره داریم استفاده میکنیم که خب طبیعتا تایم خیلی زیادی قرار رو مینترد بده و با این وضعیت دیگه مثلا دکمه بک رو میزنه یوزر کار نمیکنه و بعد بره و بهتون این ارور میده که ویت کنم یا اپلیکیشن رو ببندم، در واقع به یوزر این ارور میده. کامپیوتیشن رو داریم که این هم در واقعی هست که جدا دیگه است که سی پی یوزج بیشتری میگیره، کارهای بیشتری انجام میده. و سه تا از که جدا دیگه ای که حالا داریم ایمیدیت، ترامپولاین و نیوترد. ایمیدیت میگه در جا همین تردی که الان دوش هستیم اینو اجرا کنید، همین لحظه میخوام که اجرا بشه. ترامپولاین توی گفتم اسکیجول دات آی او بازم دو سه تا توشه، ممکنه یکی رو پول کنه بعد یکی دیگه رو کنه، میخواد اینا پشت سر هم انجام بدید انجام بشه، یعنی میخواد بگه آقا اگر این آی او بزن تموم بشه بعد خط بعدی آی او رو انجام بده. ولی واسه اینکه این اتفاق بیفته از اون ترامپولاین نمیتونه استفاده کنه که عملا فقط یه دونه ترد توش هستش. نیوترد هم که هر دفعه دیگه از ترد پول نمیگیره، خودش هر دفعه میره ترد جدید کریت میکنه. خب یه سری عبتر داشتیم به اسم سابجکت. سابجکت ها چی هن؟ شما فرض کنین الان تا اینجا دیدین که هر چیزی که در واقع ما داشتیم به سیستم میدادیم، اگر که با اون فانکشن میفرسته مثل فرام و جاست و چیزه دیگه که هستش، اگر قرار بود بسته بشه، مثلا قرار بود که بایستی منتظر مسیجه ای که از سرور میاد، یا مثلا منتظر کلیکی در واقع، شما میخواد هر دفعه که کلیک بیاد بسید انجام بدید، خب پیش کنم از اون فانکشنال در واقع این ساپورت میکنن. یه راه حلتون اینه که کرییت کنین و اونجا در واقع حالا وایل بذارین، نمیدونم یه سری کار عجب غریب بکنین، چک کنین هر دفعه اومد آن نکس رو صدا بزنید، بگید که مثلا یه اتفاقی افتاد، یه کال بکی بذارید مثلا اونجا بخواد آن نکس رو صدا بزنید که گفتیم من ترجیحاً تا نیاز نیست به کرییت کردن تا حد امکان. چهار تا تایپ مختلف سابجکت داریم که حالا مثلا یکیشو من اینجا الان آوردم، این بیهیویرش این کار قبل از اینکه این توضیح بدم، ابزرورها کلا دو تا حالت دارن، یعنی میگیم یا هات ابزرورابل یا کولد. تفاوت این سرد و گرمه چیه؟ اون سرده میگه که هر موقع من به یه چیزی سابسکرایب کردم من اون دیتا رو میخوام. مثلا شما اون جاست رو که بزنین، اگه 10 بارم با 10 تا جای مختلف کدتون رو سابسکرایب کنین، کل اون کدی که جاست رو زنین مثلا اون اپلیکیشن ها همش برمیگرده بهتون و اینا کولد ابزرورابل. ولی اگر اون شکلی نباشه قدیمی ها بعد میگن، یعنی از لحظه سابسکریپشن به بعد به شما دیتا برمیگرده، که مثلا پابلش سابجکتی که ما اینجا داشتیم از این مدله که در واقع از اون لحظه‌ای که من سابسکرایب کردم تو خط استریم بهش، از اون لحظه تازه به من دیتا رو بده. حالا این با این باز چه تفاوتی داره؟ این تفاوتش اینه که میگه اون آخریه رو به من بده، اون یه دونه ای که رد شده و استیت قبلی بودن من میخوام، ممکنه تا 5 دقیقه دیگه هم به من چیز جدیدی اعلام نکنی، ولی من باید الان میخوام بدونم استیت فعلیم چیه. مثلا من یه سرویس مسنجر دارم، بعد میخوام
سرویس همون بر برمیگرده میگه که من کانکشنم دیسکانکت شد. بعد من یه صفحه جدیدی رو باز میکنم، اون بالا میخواد بده چک کنه که آیا مثلا این وضعیتش کانکت یا دیسکانکت. به جای که اگه بخوایم با این پترن این کار انجام بدیم، با ریکس این کار انجام بدیم، وقتی مدل سابجکتمون بیهیویر باشه، اون خودش آخرین استیت رو واسه ما میفرسته. یه تایپ دیگه مثلا اگه بخوایم معرفی کنیم ریپلی. ریپلی اینجوری کار میکنه که کل قبلی ها هم واسه میاد، کاملا کل ابزرو بده و هم جزء اون سابجکت هست، مثلا اون جزء اون تایپه. و البته خب طبیعتا از یه سایز بزرگتر بشه، از یه زمان بزرگتر بشه میره بیرون، ولی خب دیگه مثلا طبیعتا شما هم نیازش ندارید اون مقدار از دیتا. توضیح دادم. راجب آلکس جاوا فعلا این سوال ادامه داره، ولی اگه راجب آلکس جاوا سوالی دارین چون یک کلمه تر من شما کنم. من در مورد جایی استفادهش میشه از سوال دارم که من مثلا ایونت باس رو خوندم، میدونم چیه، آلکس هم الان خوندم، بعد از نظر نوع استفادهش تو کدوم پروژه ها بهتر آلکس بیاد، یعنی تو چه اسکیل آلکس، تو چه اسکیل ایونت، یا مثلا جای خاصی استفاده داره که مثلا جفتش هست تو پروژه، یه جای خاص ایونت استفاده میکنیم، یه جا آریکس، فرق داره یه ذره پترناشون فرق داره. اون دیگه آبزرور نیست، کامند پترنه. فرقش هم مشخص اینجا که میبینی یکی یکی، اولا که اون فانکشن ها رو نداره ایونت باس، اصلا این فانکشن هایی که الان داشتم معرفی میکنم به تو نداره. و بعدش این که اونجا مقدار تو دیکاپلینگ بیشتری داری، یعنی دیتا کلا از همدیگه جداه، تو بهش خبر نداری که اصلا کی داره اون ایونت رو از کجا میفرسته، اصلا مشخص نیستش، این استکت اون وسط گم میشه که اصلا از کجا اومده عملا انگار. لزوما گم نمیشه بخواد بری پیداش کنی، چون یه جوری پیاده در نهایت باید باشه که جاوا باید بتونه پیادهش کنی، مشخصه. ولی عملا اونجا تو اون چیزی که داری میبینی معلوم نیست از کجا اومده، کی این ایونت رو تراک کرده، تو واقعا هم نمیخوای بدونی، ولی اینجا میخوای بدونی داری از کی میگیری، کدوم سابسکرپشن، از کجا کدوم یکی صفحه گرفته، اون از هر جای اپلیکیشن اون کسا بزنید، ولی اینو خودت بهش حتی اونجا هم خود سابسکرایب کردی، ولی اینو مستقیم تر در واقع میدونی که در واقع از چی میخواد استفاده کنی. حالا باز بعدش یه ذره معماری تر اونم باز جلوتر میگم، ولی ماهیتا یه تفاوت زیادی با هم دیگه دارن چون سیستم دیگه. حالا فلاکس چیه این وسط؟ یه سری پترن های اعتمادا کار کردن، الان شاید MVVM و MVP و MVC رو دیده باشید قبلا که طبیعتا خیلی معروفه از فلاکسه، و حالا جدید هم بیشتر استفاده میکننش. MVP که حالا اونه دیگه زیاد میخوام در واقع توضیح بدم. فلاکس یه دیزاین پترن معماریه در واقع، میاد مشخص میکنه و observer behavior بود یه ذره و یه معماری رو میخواد مشخص کنه. شما یه سری شرایط خاصی دارید، مثلا شما یه real time application دارید که دیت هایی که مثلا داره یه جایی استفاده میشه تو جای دیگه هم میخواین استفاده کنید، یا چیزی که میخواین دیتاتون یک پارچه باشه، یه جا مثلا یه سری اتفاق ها بیفته. خب تو معماری هایی که مثلا حتی عادی دارید مثل horizontal controller، شما به ازای هر ویوتون، حالا پرزنتر مخصوصا یه دونه پرزنتر دارید تو وقتی ام وی پی نگاه میکنید، کنترلر نمیتونه حالا یه ذره پیچیدگی های دیگه ای داشته باشه. بعد فرض کنید که حالا شما واسه اینکه در واقع این دیتا رو بخونن، حالا هر کدومشون نرن توی سیستم، میخواین یه دیتا لیری درست کنید، میخواید یه اتفاقی اون بعد بیفته و بعدش به پرزنتراتون کنترلتون اعلام بشه. تو ساده ترین حالت اگر که یه مسیجی بیاد، یا مثلا فرض کنید شما توی پروفایل یه نفرین، توی صفحه قبل توی لیست پروفایل بودین، لیست حالا یه دون پروفایل تکی رو باز کردین و اون لحظه سرور به شما مثلا یه آپدیت رو میده، میگه این پروفایل مثلا اینجا تغییر کردش. بعد توی مرحله بعدی شما میخواین که یکی یکی به اون پرزنتراتون بگین که بیان در واقع اون دیتا رو بگیرن. حالا ممکنه اصلا پرزنتر شما از این رفته باشه، مثلا ممکنه یکی چت، ممکنه یکی پروفایل دیسته باشه، ممکنه اون یکی صفحه پروفایل اون فرد باشه.
شما اونجا اون دیتا رو گرفتین، بعد که میایین بیرون دوباره میگه کنترل دیگه باز میکنین، دوباره بعد برین به دیتا لیرتون در واقع یه ریکوست بزنین. اصلا اگه خود اون MVP رو خالی استفاده کنین یه چیزی بالا سرش نذارید که وضعیت جالبی کلا پیش نمیاد. شما مثلا فرض کنین توی حالا این فلاکسو فرشتیان و بگم اینو خود فیسبوک برای در واقع مسنجرش شروع کرد و اومد معرفی کرد، واسه ما قبلش با MVC کار میکردیم، مشکلات زیادی داشتیم، مثلا خیلی جاها یه لوپی واسه ما ایجاد میشد، یعنی مثلا کنترلر میگفتش که یه باگی داشت قبلا فیسبوک اون عددهای بالا تغییر نمیکرد، مثلا شما مسیج رو دیده بودین بالا میگفت تا مسیج داری هنوز، این مشکل دقیقا میگفت ما تو اون معماری میخواستیم حلش کنیم خیلی اذیتمون میکرد. شما یه جا دیگه داری اون مسیج رو میبینی، بعد به یه جا دیگه میخوای اعلام کنی، بعد اون میره در واقع میره به کنترلت میگه، به مدلت میگه تو اشتی رو تغییر بده، مدل تغییر میکنه، یه کنترل دیگه تریگر میشه، هی میخواد کارهای مختلف انجام بده و این باعث میشه دیتاتون یه پارچه نباشه و باگ به وجود بیاد. تو پرزنت هم که گفتم مثلا یه جا نیستش و نمیشه تو کنترل میشه دو تا بخش یه چیز رو ساخت. اومد یه سیستم یه طرفه معرفی کرد به اسم فلاکس که بخش اصلیش اکشن و استور و ویو هن. اکشن های شما در واقع حالا اینجا چیزی که خود فیسبوک معرفی کرد یه ذره فرق داره، ولی اکشن های شما لاجیکتون رو به عهده میگیرن، یعنی اینکه توش لاجیکتون انجام میشه، حالا میخواد با دیتابیستون صحبت کنه، میخواد با API‌تون صحبت کنه، میخواد با سوکتی که دارین صحبت کنه، اون بعد اون دیتا ها در واقع داره میرسه به اکشن و از سمت سرور در واقع داره اینا به اون پوش میشه. شما اینجا با یه در واقع دیسپچری میاین یه ایونت میفرستین، همون ایونت پاسه در واقع. شما واسه اینکه نمیخواین خیلی از هم دیگه داشته باشن، خیلی واسه اینه که عادی کاپلینگ رو ببینین، واسه اینه که بیشتر اصلا فاصله بگیرن این دو تا کلاستون به هم دیگه وابسته نباشن، لازم نباشه اونجا یکی از این نیو کنی اصلا ببینید چه جوریه، رضا تستتون هم کمک میکنه این قضیه. اکشن یه ایونت رو میفرسته و دیسپچر در واقع دیسپچر یه ایونت رو میفرسته و به استور میرسه. استور اینجا اون دیتایی که در واقع جدید شده ذخیره میکنه، مثلا همون مسیجا رو کلا میگیره از دیتابیس، یه مسیج جدید اومده مثلا طرف ولی یه مسیج جدید اومده، من مسیجا رو دوباره میخوام بفرستم واسه استورم و بگم که این مسیجا آپدیت شد، مسیج این فرد آپدیت شد. خب اینو با اون ایونت میفرستم. بعد یه حالتی که خود فیسبوک میگه اینه که نه فقط شما اکشن رو اینجا تریگر میکنی، یعنی میگی که این اتفاق افتاد، سرور اینو فرستاد. خب استور برو خودت ببین چه خبره دیگه. استور میره خودش اونجا کامل دوباره لاجیک کامل داره و این کار اینجا میکنه انجام میده، ولی خب من اون سیستمی که در واقع حالا تو اکشن کار انجام میشه رو بیشتر میخوام توضیح بدم. بین استور و ویو باز میتونه دو تا اتفاق بیفته، میتونه دوباره ایونت انجام بشه، یه ایونت ارسال بشه، ایونت اون بعد در واقع دیتا که آماده شد، دیتا که ذخیره شد، حالا یه ایونت ارسال میکنه میگه این استور آپدیت شد، استور مربوط به مثلا صفحه آگهی‌های من آپدیت شده، استور مربوط به صفحه مرفتم دیتا از API آوردم یا از رفتم از دیتابیس آوردم. میگه اوکی خودم پول میکنم حالا اینجا، میگه اوکی من این دیتا رو گرفتم، این دیتایی که گفتی آماده است رو من بده، اون دیتا رو اینجا ذخیره کرده دیگه، دیتا رو تو مموریش یه جا توی فید نگه داشته و میگه من پول میکنم. ولی باز اینجا هم قشنگتره که با ابزرور انجام بشه و پترن ابزرور این وسط باشه. شما بعد از اینکه استورتون آپدیت شد و اون دیتا آماده شد و اون دیتا رو در واقع درست کردین، میان این دیتا رو واسه ویوتون پوش میکنید، میگید که این دیتایی که لازم داشتید رو، این دیتایی که لازم داشتید رو بگید. مثلا یه مثال تو ذهنم بود، جلوتر بازم مثال دارم، ولی چیزی که اینجا بفرستی میتونید تک تک اون المان ها اون فیلتر ها روش با ابزرور انجام بدید. شما دیتاتون که آماده شد و تکمیل شد، اون دیتا رو تو آن نکست سابجکت هاتون در واقع میفرستیم واسه درور بعدی، چون اینجا باید به سابجکت کار کنیم، میخواد اینکه مشخص نیست، یه ابزرور دیگه که اومده بهش در واقع
سابسکرایب کرده و میخواد تازه بگیردش. تو مثلا ممکنه حتی یه پرزنتری بزنیم تو، یعنی مستقیم نریم حتی بازم سراغ ویو معماری ام وی پی دارم یه جوری انگار وارد این قضیه بکنید که اینجا شما آبجکت رو دارید از آبجکت های استور استفاده میکنید. حالا آبجکت های فرزن ام وی پی شما فرق داره، شما باید آدابتر توی یه چیز دیگه استفاده کنید، یا ام وی پی ام دارید استفاده کنید، دیتا بایندینگ دارید، دیتا بایندینگ طبیعتا میخواین یه آبجکت جدا واسش استفاده کنید، واسه لاجیکتون پشت میخواین یه آبجکت جدا استفاده کنید. خب observable که میاد توی اون لایه‌تون، اونجا شما میتونید با اون متدایی که داشتین با مپ مثلا کاری که میخواین رو دوش انجام بدین و بعد بفرست ویو رو آپدیت کنید دوباره رندر کنید. طبیعتا ویو هم اون وسط یه سری اکشن هایی میخواد انجام بده، ولی که اونم باز دوباره از طریق اکشن اینو به استور اعلام میکنه و انجامش میده. فقط یه نکته که اینجا اتفاق میفته که چون استور آپدیت میشه اول کامل جدایی و بعد دیتا میره دست ویوها، اون مشکلی که قبلا داشتیم کمتر داریم، یعنی مشکلی پیش نمیاد، این اتفاق نمیفته که حالا گفتیم این یه جهت هست، اینجوری نمیشه که اینجا لوپ بشه و هی بره بخواد بیاد. اکشن مربوط به ویو رو برای ما میگیریم، اکشن مثلا کلیک یوزر رو داریم میگیریم، نه اینکه یه چیزی که خب حالا این مدل آپدیت شد، چون مدل آپدیت شد کنترلر باید آپدیت بشه، نداریم، نه چون ویو آپدیت شد، نه چون یوزر یه کاری انجام داد اکشن رو تریگر میکنیم. خب حالا میخوام اینو پیادهش کنیم. یه اکشن آبجکت میسنیم، یاد یه آبجکت هر چیز اسمشو میخوام بذاریم، الان باشیم اکشن آبجکت یه تایپ داره، یعنی شما یه سری اکشن دارین، یه سری اکشن های متفاوت دارین، مثلا بازم همون فیسبوک خودش شد و شروع کرد در واقع از این یوزر دارین، مسیج دارین، نوتیفیکیشناتون دارین، استیت کانکشنتون رو دارین که دیسکانکت کانکت، یا مثلا کلا یه سری استیتاتون رو مثلا دیسکانکت کانکشن تکی نه. این چیزهایی که توی استورتون توی این آبجکت دارین، می یه دونه متغیر اکشن کانستنت تعریف میکنین، یه دونه کلاس اکشن تعریف میکنین که توش در واقع تایپاتون رو یکی یکی می‌نویسیم، میگن من مثلا این تایپ اکشن رو دارم، این 10 تا تایپ اکشن رو دارم که میخوام انجام بدم، بعد یه دیتای حاضر شده در واقع میخواد برسه دست یک کسی، دیتاتون هم میایین می‌ذارین توی این اری مپ، توی یه آبجکتی می‌فرستینش. من اول داشتم با اری لیست می‌نوشتمش، نفهمیدم چرا رود اری مپش کردم، چون دیگه زدم اول نکردم بقیه‌م اری مپ نوشتم، نمی‌دونم چرا، یعنی اینکه چرا اری مپ، شاید دیتا مدل دیگه بهتر باشه واسش، صرفا چون اری لیستی رو با من داد من دسته عوضش کردم. شما یه کی دارید، مثلا یوزر آپدیت شده، چیش آپدیت شده، پروفایلش آپدیت شده و مثلا عکسش آپدیت شده، پروفایل و عکس در واقع اون کلیدهای شما هستند، مقادیرشون اون آبجکت هایی هستند که میدن اون بچه، و شما میدونید این کلید همیشه این آبجکته توی مرحله بعدی که میخواییم بگیرنش. پس من همون مثال یکی مشخص دیگه، یه دونه تایپ رو در واقع میگیره، یه دونه اون کلیده رو میتونه برگردونه، یعنی کلید رو میده، ولیو رو برمیگردونه، این آبجکت هایی که در واقع API که واسه آماده شده اینه. خب حالا فرض کنید همون قضیه که کانکشن ها، که من میخوام اگر که یه کانکشنی تغییر کرد خبردار بشم ویو، میخوام بگم که من دیسکانکت شدم، مثل تلگرام که میزنه کانکتینگ دیسکانکت هر وضعیتی که میخواد داره. شما اول یه لیستی در واقع درست میکنید و توش آیتماتون رو میزنید، چون ممکن چند تا، چون اینجا شما فقط یه آیتم دارید، فقط کانکشن استیت، پس کنید مثلا چند تا چیز مختلف میخواستم بفرستم واسه استور بهش بگم که این چیز رو تغییر کرده. حالا اینجا یه دونه المان واردش میشه، ولی اون یه دونه المان واردش میشه، شما اونو میفرستید به اون اکشن آبجکته، یه دونه اکشن آبجکت باش درست میکنید. حالا اینجا میتونید با ایونت باس در واقع شما اینو پستش کنید و بگید که برو حالا ایونتش رو دیسپچ کن، هر کسی که هر جایی بهش سابسکرایب کردین رو بردارید. کلا باز دوباره اگر میخواین ایونت باس معمولا استفاده کنید، به خاطر اینکه خیلی گم میشه سیستم که مثلا کجا بودین، از کجا به کجا رسیدین، واسه اینکه کار خودتون راحت تر بشه و مثلا بدونید کیا به اکشن آبجکت کجا سابسکرایب کردن،
آ تو هر پروژه خواستین صدا کنه، نه فقط اینجا. در جای یک کلاس دیگه ای بسازین، همه این پست‌ها رو از اونجا صدا بزنین. با جاوا داک مشخص کنین که کیا بهش سابسکرایب کردن که بهتر باشه. حالا من اینو همینجوری سریع اینجوری نوشتمش. پس با اینکه صدا استیت داریم در واقع تو استودیومون، یعنی چیزی که اونم داشت در واقع میفرستاد، حالا همین بود. اون استیت یکی از این سه تا استیت بود که داشت میفرستاد. پس با اینکه سه تا استیت داریم و یه سینگلتون در واقع استور داریم، طبیعتا استور با سینگلتون باشه. حالا در نظر بگیرید که اگر خواستید مثلا برید از صفحه بیرون، مثلا چون دارم این استورتون رو پاک کنید، یا اگر که نیازی بهش ندارید توی تایم مثلا میدونی یوزر دی مثلا توی این صفحه نیست بعدن، حالا دیسکانکت رو شاید مثلا میخواد. اگر چیز مواد اینجوری بود میتونید استورتون رو پاک کنید که الکی حافظتون هم خورده نشه. حالا عقبتتون آلکس جاوا تو استوری داده بود، ولی اون سابسکریپشن ها هم که در واقع استفاده میکنیم میتونه جلو مموری کارتون رو بگیره. شما یه ریفرنسی که میذارید از به یه جای دیگه ای باید ریفرنسش رو پاک کنید. اینجا این بیهیویر سابجکت هم که درست کردیم واسه استور، باز میتونیم همون کار روش انجام بدیم. یعنی اگه از یه صفحه رفته میدون، از یه اکتیویتی رفته میدون، بهش آن سابسکرایب کنیم. این استور که دیتاش میده واسه یه ویو، اونجا میتونیم کار انجام بدیم. آها این سابجکت ها حالا کدشون نیده بودیم، اینجا میتونیم ببینیم که توی استور mObserver.onNext رو صدا میزنم اون موقعی که میخوام. یه پرایوت متوده که من اون فیلدم رو میخوام بفرستم واسه ویو. حالا حتی ادامه یه کلاس استوره اینجا این شکلیه که اون get connection observable، اگه ببینید اون چیزیه که ویو بهش سابسکرایب کرد، یه سابسکرایبشن می‌نویسه، به این سابسکرایب میکنه، میگه که اوکی تو هر موقع تغییر کردی به من خبر بده. خب که طبیعتا چون من نمیخوام استیت های یک سانم رو بفرستم، یه distinct until change مثلا روش میذارم. یه آقا مثلا اگه مثلا reconnecting بعد بس نمیشه دوباره ریکانکتینگ داره اون وقت به من متدش صدا میزنه، مثلا فرضاً داریم با یه جعبه مثلا کار میکنیم، اون متد ریکانکتینگش هی فعال میشه، میام جعبه دیگه با اسمک مثلا داریم کار میکنیم، اون هی فعال میشه، میخواد به شما بگه که این تو این است. خب شما هی نمیخواید به ویوتون دوباره یه چیزی رو صد بار اعلام کنین که اوکی این مثلا این شکلیه، اونم طبیعتاً بهش نیاز نداره چون از قبل میدونه. ولی بیهیویر بود، گفتم بیهیویر به خاطر اینکه دیتا قبلی رو ما لازم داریم، یعنی میخوام بدونیم آخرین استه چی بوده. من سفر تازه باز کردم ولی قبلا ایونت دیسکانکت و اون ماژول اسم که من فعال کرده و برگشته گفته بود که این دیسکانکته، من اون لحظه که فعال میشم دوباره اگه بخوام برم دیتا رو از یه جایی بخونم، خب جالب نیستش. این دیتا رو در واقع اون بیهیویر واسه من میفرسته آخرین استه. این اد سابسکرایب که ببینید واسه ایونت واسه که میتونید ترد رو مشخص کنید که ترد در واقع چیه. حالا شما وقتی دارید سابجکت رو استفاده میکنید دیگه اون به طور سابسکرایب آن کار نمی کنه. شما نمیتونید بگین که این آن نکسی که من اینجا تو ست کانکشن استیت نوشتم و ببرد توی ترد فلان استفاده کن، بخاطر اینکه من خودم این تیکر رو نوشتم و اون سابسکرایب آن روش اعمال نمیشه. در نتیجه واسه سابجکت ها خودتون باید ترد رو حالا با خود مثلا آدیکت جاوا یا با ایونت کلاس عقبتر در واقع شما تردتون یه بار عوض کرده باشه. مثلا تو اکشنتون شما فرضا میتونید آدیکت جاواتون کال بشه، اونجا مثلا یا آدیکت جاوا داشته باشین، اون اول ترد رو سویچ کنه بعد اون ترد سویچ شده بیاد ایونت. البته از اونجایی که دارین این وسط ایونت استفاده میکنین، خب خود ایونت میتونه تو دار به خصوص با ایونت کلاس میتونه اول ترد رو عوض کنه. در نتیجه من اونجا این شکلی ننوشتم، اگر با آدیکت جاوا هم میشه. این استوره از اکشنه میاد میبینه که اکشنی که واسهش میاد رو اول اکشن ها واسه همه استوره میدن اکشن ها، ولی خب چک میکنه در واقع سویچ کیسه میفهمه که آقا من به این سابسکرایب هستم یا نیازش دارم یا نه. بعد که متوجه میشه نیازش داره، خب از اون کیا که چک کلیدای وجود داشته که حالا اینجا اسمشون علکی یکی شده کانکشن استیت، چون که دو سه تا آبجکت من این وسط بخوام اینا رو میگیره و اون سه کانکشن استیت رو صدا میزنه. تایپش هم که اون اینترفیس کانکشن استیت، حالا اگر کسی اونو ندیده تو میتونی بگی که از اینا هم بهتره، یعنی اینا هم استفاده نکنید. البته اینا هم ظاهرا استفاده میکنید تبدیل میشه به تایپ. یه جایی من داشتم چند وقت پیش نگاه میکنم، ولی خب کلا از این تایپ دفاع استفاده کنید. اینترفیس خودش داره، حتی خود اندروید استفاده کرد اونجایی که شما ویو رو دارین ویزیبل
ویزیبل اینا میکنید، اون داره بهتون سجستشن میده از روی همین سیستمی که اینجا هستش، عملا میفهمه که شما اون ویزیبل و این ویزیبل اینا رو میتونید بفرستین واسش. اینجا هم واسه اینکه از اون ور در واقع متدی که دارین کار میکنید بعضا توی ماژول دیگه یه بعد میخواد بدونه که اصلا چی میتونه ارسال کنه، خبر نداره از سیستم داخلی شما که میتونه با این اینترفیس تعریف کنه که دقیقاً چی رو میشه واسش ارسال بشه. و اون ور ویو خب به سابسکرایب میکنه و دیتا رو میگیره. من سابسکرایب میکنه ولی دو تا پروژه رفت داشتم که جفتشون نمیتونستم باز کنم. من آلیکس جاوی دو رو نخوندم. فلوربر رو پرسیدن که گفتم من آلیکس جاوی دو رو کار نکردم، فکر کنم اونجا معرفی شدم اگه اشتباه نکنم، واسه همین من نمیدونم چه جوری کار میکنم. ادامه همون اسلایده ای که من از جیک پاتر داشتم شما فلوربر رو داشت یادم، بعد توضیح دوش نداره، توضیحش رو شاید تو یوتیوب بتونید پیدا کنید، احتمالا یه پرزنتشنی بوده که اون اسلایده دوش بوده ولی خب من نمیم دیگه. حسنا چند تا سایت رو بریم بخصوص این آلیکس مارولز رو حتما بریم ببینید، در واقع یکی یکی تمام اون چیزایی که بهتون گفتم، فانکشن هایی که بهتون گفتم معرفی کرده. مثلا شما میتونید اینجا حتی با اینو بازی کنید ببینید که دقیقا چه اتفاق رو میاده. جدیدن هم فانکشن هاش بیشتر شده، یعنی خیلی از چیزها رو برداشته آورده، این ریپیتی که مثلا گفته شد سه تا میخواد تکرار کنه، تمام اون چیزایی که گفته شده اینجا داره. تست موقعی که میخوای بگیری مثلا به اپلیکیشن مثلا یونیت تست رو اضافه کنی، خب دونه دونه تمام این کارهایی که به هم دیگه ربط داره، مثلا سه چهار دو سه تا مثلا خط استریمی که به هم ربط داره، دو سه تا ابزرور که به هم ربط داره رو میدید، یا ابزرور به عنوان ورودی فانکشن میدی، میگی این ورودیش اینه، بعد این چند تا کار انجام میده دوباره یه ابزرور برمیگردونه به یه جای دیگه. خب حالا میخوای این یه تیکر رو تست کنی، خیلی راحت فانکشناش هستش توی همون ریاکتیویست و اینا، اصلا لینکاشو میذارم توی اونا میتونی ببینید چیز چجوریه. یکی یکی تمام اون فانکشنات، مثلا اون مسئله آقا من این یوزرم مثلا اینجوری وارد میکنم، من میخوام اون یوزرم مثلا حتما نیمش اینجوری باشه، من حتما مثلا میخوام اینو چک کنم، واسه اینکه تست بنویسی طبیعتا این واسه کمک میکنه با این روشی که این شکلی باشه. بعد روشش گفتم میذارم چیز دیگه داشته تست نده یه سالیه نیست داشتن چی میگفتم دیگه کجا باید میخواد کلا هر جا ابزرور میخوایم، مثلا اکسل رو بیارم مثال بزنم، اکسل مثلا یه روش هستش که دوتا رو تو عوض میکنی، میگه این دوتا جمع این دوتاست، خب این داره ابزرور میکنه دیگه، خود ابزرور عملا یعنی تو میخوای یه اتفاقی جا افتاد یه ریاکتی بهش نشون بدی، حالا خود ابزرور خیلی چیز ساده ایه ولی این ریاکت نیتیو مثلا یه چیزیه که تو این وسط نیاز داشته، پوش میخواد بیاد، میخواد دیتابیس تو 10 تا چیز آسینک داری، مثلا دیتابیس 10 تا چیز آسینک مختلف داره جای مختلف میده کار میشه، میخواد این دیتا ها همش با هم دیگه که برگشت مثلا به چیز کنه، مثلا خصوص تو نتورک یا مثلا تو دیتابیس نمیشه اینو خیلی گفت، تو نتورک تو تا ریکوست تو میتونی با هم بزنی منتظر بمونی، چون مثلا ممکن اون وسط تو سرورش طولانی باشه تایمش، یا مثلا الان بخواد تو دیتابیس چند تا کار بکنی، مثلا دیتابیس یه کاری انجام بده اون وقت بده مثلا یه کامپیتیشن انجام بشه برگرده به تو، اینا رو بخوای همونجوری ساده بنویسی، اون اولش که داشتم به چیزا نشون میدادم، حالت قدیمی نشون میدادم، یه کالبک هدی ایجاد میشه کلا همش باید کالبک بنویسی، همش باید کالبک ها رو هندل کنی، حواست هی به تریدینگش باشه، اگه بخوای این کار رو بکنی داستان میشه. دو تا پلتفرم با هم زده چند تا واسه این پرسن استرده
بعد اگه اولی ارور بخوری یه ارور داری دیگه من ارور نه یعنی یه ارور میده کلا یه ارور داری یا ارور اگه اولی ارور بخوری با چون چند داشته فقط یه آن ارور یه اوبجکتی بود بعد سه شو خواهی میافتی یه آبجکت یه مچیزی داریم من دیدم دیروز پری روز که ارودی که داری و میزد آخر آخر یعنی میگه از کل اون دیتایی که تا الان اومده اینا رو به من بده حداقل اوکی ارودت هم ارودت هم بفرست ولی دیگه یه یعنی تغییر خط استریم یعنی اون ابزرور نهایی که داره کار چیز میشه داره ابزرور میکنه اون قطعا آن رو میگیره و یه دونه هم میگیره و بقیه دیتا از اونجا بعد نمیده ولی خب اون تا اونجایی که در واقع آن رو رخ داده اون یه دونه دیتا دیگه مثلا تو استریم های پایینی تایمش عقبتره مثلا یه جلوتر یه اتفاق افتاده این هنوز هم ممکن دوش دیتا بیاد ولی فقط میتونه بگی اوکی این دیتایی که تولید شده رو به من بده بعد دیگه آن رو تولید میکنه اینو من دیده بودم فانکشنش رو بگم و پیدا کنم اگه دوست باشه